این مامان منه، این هم باباست. با هم از بچگی دوست بودن و بابام از مادر بزرگم قول میگیره که مامانو شوهر نده تا برو سربازی و برگرده. خلاصه بابای 25 سالم با مامان 20 ساله سال 52 با هم ازدواج میکنن. حاصل این ازدواجم دو تا دختری که تو شکم مامان موندن و تصمیم گرفتن به این دنیا نیان، به علاوه 4 تا پسر خوشتیپ و باحال به ترتیب محسن، مجید، مسعود و من که محمدم، تحت قاری داستان. این منم تو 1 سالگی، مامان هنوز همینطور فرفریه. اینم منم تو 10 سالگی. 4 ماه بعد از گرفتن این عکس تلفن خونه زنگ خورد و مامان زد زیر گریه. بابا که راننده کامیون بود و ترانزیت میکرد معمولا بیرون از کشور، توی تصادف رانندگی عمرش رو میده به شما. بابا 48 سال داشت و مامان 43 ساله. مامانم انقدر عاشق بابام بود که هیچ وقت ازدواج نکرد و مثل یک شیرزن این 4 تا پسر رو تک و تنها سالم بزرگ کرد. بعد فوت بابا همه چیز تغییر کرد. ما فقیر نبودیم ولی پولدارم نبودیم و من خیلی بدم میومد که از مامانم پول قرض بگیرم. چون پول نداشتم تلسکوپ و میکروسکوپ بخرم، علاقه به اخترشناسی و زیست از بین رفت و خود به خود کشیده شدم سمت الکترونیک. پشت در رادیو رو باز میکردم، پشت در تلویزیونا رو باز میکردم، خلاصه هر چیزی که وجود داشت که میشد پشتش رو باز کرد من باز کرده بودم. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I did. بعد یه مدتی این مدارای الکتریکی دستساز مد شد که خودت میتونی سری چیزا رو سرهم کنی و خلاصه یه سری پول جور کردم و تونستم که علاقمند بشم به این قضیه. مجید جان شرمنده، من 12-13 سالگی یه خود از تو جیبت پول برداشتم واسه اینکه مدارا اینا رو بخرم. شرمنده تام خلاصه تا حالا نگفته بودم این قضیه رو. این بیت کوین بکشه بالا من از خجالت در میام. شرمندم خلاصه. بعد تصمیم گرفتم که تو نیرو محرکه قزوین الکترونیک بخونم. آقا یه معلم شیمی داشتیم داغون، هی فشار به من آورد که جدول مندلیوف رو حفظ کنم. انقدر من شاگرد تنبلی بودم که همه درسامو فیل شدم و کلاً دیپلم ردی. اونم خود تو زاکام پلاسه. حالا چرا من این چیزا رو دارم برای شما تعریف میکنم؟ ما یه معلم داشتیم تو دانشگاه کلمبیا تو شیکاگو که عکاس لژندری بود و کارش خیلی درست بود و اینا. هر دفعه که میومد سر کلاس میگفتش که اگر داستان زندگی تو خودت تعریف نکنی هیچ کس تعریفش نمیکنه. و این قضیه هم همیشه تو ذهن من موند. دلیلی هم که این ویدیو دارم میسازم اینه که شاید با ساختن این ویدیو بتونم یه جرقه ای تو ذهن شما ایجاد کنم که دوربینتون رو بردارید، داستان زندگی خودتون رو تعریف کنید، خوبیاش و بدیاش و مشکلاتی که داشتید و کارهایی که انجام دادید و بگید، نترسید. اوکی، بقیه داستان. تا رسید به 15 سالگی، ما یه معلم ادبیات داشتیم توی مدرسه که سردبیر یه روزنامه محلی هم تو قزوین بود به نام حدیث، که گفت کی روزنامه میخواد بفروشه یه خود پول دار بیاره. منم سریع گفتم من پول نیاز دارم، من میفروشم. دو سه هفته این کارو کردم و میرفتم میومدم توی این دفتر مجله. واسه خیلی خوشم اومد از جوش. یه روزم اینا عکاس نداشتن، من گفتم که من داداشم یه دوربین زنیت روسیه‌ای داره، من بلدم باش عکاسی کنم، من میتونم عکس بگیرم براتون. واسه عکسو گرفتم و دو سه هفته بعد عکس چاپ شد و اسم منم زدن کنارش. من گفتم دیگه من معروف ترین عکاس کره زمینم. خلاصه اینجوری حرفه من و شغل من شروع شد به عنوان عکاس. این میز بغلی هم توی این پارک دارن مواد میکشن و مواد میفروشن. اگه یه روزی قسمت شد که بیاد نیویورک، حتما به این پارک واشنگتن اسکوئر یه سری بزنید. خلاصه کلی ایده میاد تو ذهنتون. دیوونه خونه است.
حدود یه سالی تو روزنامه‌های قزوین کار کردم و جان کوچیک بود، دوست داشتم من تو تهران کار کنم. یه سری از دوستا بالاخره لطف کردن و یه جایی واسه من توی تهران پیدا کردن توی خبرگزاری که کار کنم. دو ماه بعد از اینکه تو اون خبرگزاری کار کردم که اسمشو نمیبرم، از اونجا اخراج شدم به خاطر اینکه هنوز به سن قانونی نرسیده بودم. حدود یه سالم واسه خبرگزاری فارس کار کردم و از اونجا هم اخراج شدم. جانیست رو چرخه رو پاک کنم. خلاصه یه سالی هم واسه بی بی سی کار کردم و زمان محمد خاتمی. بعد انتخابات احمدی نژاد و هاشم رفسنجانی شد که من آغاز کارم با یونایتد پرس اینترنشنال بود. هر موقع هم تو اروپا و امریکا یه دو چرخه سفید دیدید کنار جاده، یعنی اینکه یک کسی سوارش بده و کشته شده. اوکی، برگردیم به داستانم. بعد از 4 سال کار کردن واسه UPI عکس سال دنیا رو بردم و اون تازه آغاز مسیر من بود واسه اینکه بیام امریکا. خسته شدید؟ سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. لطفاً این پایین کامنت بذارید، بگید که دوست دارید آیا بقیه این داستان رو من واسهتون تعریف کنم، اتفاقاتی که تو مسیر افتاده واسم تا برسم به امریکا، و اینکه از خاطرات خودتون بگید توی یکی دو خط که چه چیزای جالبی رو دیدید تو زندگی و کاری که کردید. ممنون میشم کامنت بذارید، لایک بزنید، سابسکرایب کنید. هفته دیگه میبینمتون. خیلی مخلصیم.